سلام، من هانیم. به اتاق 13 خوش اومدید. در این بخش من به حوادث واقعی و اغلب ترسناکی که برای آدم ها میفته میپردازم. بیشتر از این حرف نمیزنم. بریم شروع کنیم. چرا چنین کار بدی با من کردی؟ جکسون داشت آخرین کلماتش رو برای پدرش مینوشت تا اونها رو در دادگاه بخونه. جکسون فقط 7 بود. تب بسیار بالایی داشت، تورم کبد، عفونت‌های مزمن گوش و قارچ‌هایی که زیر ناخن‌هاش رشد می‌کردند. اون همزمان 23 نوع دارو مصرف می‌کرد و در چند روز گذشته 2 دچار ایست قلبی شده بود و دکترها گفته بودند اگر 1 دیگه این اتفاق بیفته اون زنده نمی‌مونه. پس نمیتونست در دادگاهی که علیه پدرش برگزار میشد شرکت کنه. چرا چنین کار بدی با من کردی؟ من فکر میکنم تو اصلا نباید از زندان بیرون بیای. تو نباید این کار با من میکردی. مادر جکسون در حالی که داشت بیانیه کودکانه فرزندش رو میخوند گریه میکرد. پدرش هم بود ولی هیچ واکنشی نشون نمیداد و هیچ دفاعی از خودش نداشت. قاضی به پدر جکسون گفت من فکر میکنم سزای عمل تو وقتی داده میشه که در آتش جهنم تا ابد بسوزی. کاری که تو کردی همرده جنایتکاران جنگیه. اون بچه میمیره و همه ما اینو میدونیم. برایان پدر جکسون و جنیفر مادر جکسون در سال 1990 در یک کمپ نظامی با هم آشنا شدند و بلافاصله جنیفر باردار شد. در تمام این مدت اتفاق افتاده بود که برایان بارها اون رو کتک بزنه و یک بار در اواخر بارداری از جنیفر تقاضای رابطه جنسی کرد و وقتی که جنیفر ممانعت کرد دستش رو داخل واژن جنیفر کرد و گفت اگه این مال من نباشه، اگه نخواد برای من استفاده ای داشته باشه، من اونو خراب میکنم که به درد هیچ کس دیگه ای نخوره. و یا حتی بارها اتفاق افتاده بود که جنیفر رو تهدید میکرد که بهش سرنگ هوا تزریق میکنه. در 24 فوریه سال 1991 جکسون متولد شد. اما برایان هیچ علاقه‌ای به اون نداشت و میگفت که این پسر من نیست. تا اینکه تست دی ان ای گرفتن و مشخص شد که برایان پدر بیولوژیکی جکسونه. دادگاه اونو محکوم به این کرد که باید خرجی برای پسرش بده. تقریبا 1 بعد جکسون به دلیل بیماری آسم در بیمارستان بستری شد و جنیفر با محل کار برایان تماس گرفت. برایان کارمند یک آزمایشگاه خون بود. وقتی به منشی اونجا گفت که به برایان استوارت بگین که پسرش مریضه، منشی تعجب کرد و گفت برایان پسری نداره. با این حال اون روز بعد از ظهر برایان به دیدن پسرش اومد، اونم با لباس آزمایشگاه، و به جنیفر گفت که نمیخواستم لباس سفیدمو داخل ماشین بذارم. جنیفر اونو جکسون رو برای 15 تنها گذاشت و به کافتریا رفت. زمانی که برگشت پسرش داره جیغ میزنه، گریه میکنه. اون روز نفهمید چه اتفاقی برای پسرش افتاده. تا 4 بعد جکسون همیشه مریض بود. مریضیایی که هیچ کس نمیدونست دلیلش چیه. حتی بعضی از این مریضی ها اصلا در آمریکا نبودن و متعلق به یه سری کشور آفریقایی بودن. تا اینکه در اواخر 5 بود به پیشنهاد یک پزشک آزمایش HIV ازش گرفتن و در کمال تعجب متوجه شدن که پسر 5 بیماری ایدز داره. جنیفر تا مدت ها گیج بود. نمیدونست چه اتفاقی افتاده، در حالی که نه خودش و نه خانوادش هیچ کدوم HIV نداشتن. اون کم کم یه سری چیزها رو به یاد آورد. مثلا یک بار برایان تو دعوا و بحثی که با هم داشتن بهش گفته بود که من اگه برم پشت سرم حتی یک کراوات هم جا نمیذارم. یا اینکه بهش گفته بود تا
تو لزومی نداره برای خرجی جکسون دنبال من بگردی. وقتی جنیفر ازش پرسیده بود منظور چیم، گفته بود که جکسون قرار نیست بیشتر از 5 سال زندگی کنه. همینم باعث شد که جنیفر بلا فاصله یک کارگاه استخدام کنه. اون فکر میکرد که یه اتفاق این وسط ها افتاده. کارگاه بلا فاصله از تمام کسانی که در 6 سال قبل با جکسون در ارتباط بودن تست دی ان ای گرفت، اما هیچ کدوم دچار ایدز نبودن و همین هم باعث شد که کارگاه بلا فاصله برایان رو به دادگاه بکشونه. فقط یک نفر وجود داشت، کسی که کارمند آزمایشگاه خون بود، به خونهای آلوده دسترسی داشت و روش تزریقش رو هم بلد بود. در دادگاه ابتدا در مورد گذشته تاریک برایان حرف زدم. همسر سابقش گفت اون بارها منو تهدید کرده که به هم چیزی تزریق میکنه و از شرم به روش خودش خلاص میشه. یا اینکه برایان همیشه عادت داشته از مراجعین بیشتر خون میگرفته و خونها رو در فریزر خونهش نگه میداشته. یکی از دوستای برایان گفت برایان بارها به من گفته اگه کسی با من در بیفته یه چیزی بهش تزریق میکنم که خودش ندونه از کجا خورده. خب برایان هم از خودش دفاع کرد، حرفای عجیب و غریب زد، اما هیچ کس حرفاشو باور نکرد. اون به پسر 9 ماهش ویروس HIV تزریق کرده بود و دادگاه تشخیص داد که اون باید به حبس ابد محکوم بشه، چرا که جنایت جنگی انجام داده. الان یه چیزی حدود 3 دهه است از اون دوران میگذره. چه اتفاقی برای جکسون کوچولو افتاد؟ جکسون تونست به مدرسه بره، اون هم با لوله‌ای که به شکمش وصل بود و کوله‌ای که همیشه روی دوشش بود. اون 23 نوع داروی مختلف مصرف میکرد و یکی از داروها باعث شده بود 80% شنواییشو از دست بده. اون سمک‌های خیلی بزرگ استفاده میکرد و هم بچه‌ها ازش فاصله میگرفتن، در موردش بد حرف میزدن، مسخرش میکردن. ما داریم در مورد دهه 90 حرف میزنیم، زمانی که ایدز خیلی چیز بدی به نظر میومد و حتی شده بود بارها به جنیفر گفته بودن که امکان داره از تماس چشمی ما ایدز بگیریم. اما به هر حال برایان زنده موند و بزرگ شد. الان بعد از 3 دهه اون به جای 23 تا قرص فقط 1 قرص مصرف میکنه و هر 3 ماه خونش رو چک میکنه تا براش مشکلی پیش نیاد. اون بیمارستان مخصوص بچه های HIV رو داره، مرتب به کنیا سفر میکنه و برای اونها صحبت میکنه و بهشون میگه که بچه هایی که ایدز دارن به این معنی نیست که باید بمیرن و زنده نمونن. اون بارها در کنگره آمریکا سخنرانی کرده و گفته که من قربانی 276 دلاریم که پدرم نمیخواست هر ماه بهم بده. در حالی که جکسون داره زندگی رو میکنه که هیچ کس انتظارشو نداشت، برایان هنوز در زندان حفاظتیه و نکته جالبش اینه که به ندرت اتفاق میفته کسی در داخل زندان با اون ارتباط برقرار کنه. خارج از زندانم هیچ کس باهاش ارتباطی نداره. اون بارها اتفاق افتاده به مؤسسه هایی که روی پروژه های افراد بیگناه کار میکنن نامه نوشته و درخواست کمک کرده. اون معتقده که همه این اتفاقا صحنه سازی جنیفر و جکسونه و اون هیچ گناهی نداره و الکی داخل زندانه، اما هیچ کس حاضر نیست حرفاشو بشنوه. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.